درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز من اومدم به دفتر جناب آقای دکتر نوذری و اینجا بجو این اتفاقات اخیر یه مدت هم نبودیم با هم و در خدمت جناب آقای دکتر نوذری هستیم که از صحبت ایشون هم استفاده کنیم. دکتر جان اگه چقدر خوشحالم که در خدمت شما هستم و چقدر خوشحال هستم که میتونیم با هم و به لطف شما با دختران و پسران ایران، قهرمانان ما، دلیران ما، پهلوانان ما ارتباطی داشته باشیم. این پهلوانان که اشاره کردین مصداق امروز پهلوانان ایران همین بچه‌هایی هستن که میرن وای میسن جلوی این غارتگران، این جنایتکاران و هیچ نشون میدن که ترسی ازشون ندارن. میرن روی بیلبوردهای بزرگ وسط اتوبان ها مینویسن مرگ بر خامنه ای، مینویسن مرگ بر دیکتاتور و اون خشم خودشون رو به این زیبایی دارن نشان میدن، اوریان میکنن. موضوعاتی که تو این مدت من دیدم که مردم دارن راجبش صحبت میکنن، بیشتر هم ایرانیان خارج از کشور متاسفانه تو این دام میفتن به باور من، مسئله رهبریه. مسئله اینه که میگن همش این جنبش رهبر نداره. من فکر میکنم یه مقدارش به خاطر اون تفکر سنتیه، مثلا اینه که 57 مقایسه میکنن و فکر میکنن که مثلا خمینی رهبری کرد واقعا 57، در حالی که 57 اصلا جور دیگه خط‌کشی شده بود، همه چیش آماده بود. شما ببینید رسانه ها اون زمان چیکار کردن برای خمینی و الان دارن چیکار میکنن همون رسانه ها. و برای همین و این چیزی که تا الان اتفاق افتاده، این بر اساس تجربه، بر اساس اون چیزی که الان ملموسه، این چیزی که من میگم، مثلا هیچ من سراغ ندارم هیچ کدوم از رهبران به اصطلاح سنتی اپوزیسیون اومده باشن گفته باشن که دخترها رو سریاشون بسوزن، یا اینکه برن مثلا روی ماشین شعار بدن، یا اینکه بگن زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. این شعارها در داخل ایران ساخته شده، نشان خرد جمعی. شما چی فکر میکنید؟ ببینید دقیقاً، اول ما تنها هستیم خوشبختانه. چه بهتر. و ما نیازی به گدایی دیگه نداریم. درست. فردا شنبه هزاران نفر از شهرهای گوناگون حرکت میکنن به سوی واشنگتن. و برلین هم. در برلین، در اروپا. چرا؟ موضع قدرت. ما این بار از موضع قدرت هست که با کاخ سفید صحبت میکنیم، با آقای ترودو، با آقای ماکرون. ما تنها هستیم. اما از دختران خودمون، از دختر خانوم ها یاد گرفتیم خودباوری رو، روی خودمون سرمایه گذاری کردن رو. درست. دختران ما روی خودشون سرمایه گذاری منتظر کسی دارم. نشدن. نه، ببینید اندیشه سنجش کردم. یادی کنم از علی نیری، سالها به همراهی او سعی کردیم جوانان ایران رو با اندیشه سنجش کرد آشنا کنیم و اندیشه سنجش کرد نخستین گامش جرأت کردنه و هیچ نیازی به مدرک دانشگاهی نداره، هیچ نیازی به دانشگاه رفتن نداره. شما دیدی من فقط میگم ببینید کسی داره میگه که بالاترین مدرک دانشگاهی داره، بیشترین، یعنی یکی از واقعا افتخارات ایران هستن آقای نوذری. لطفا ببینید تحصیل کردگان ما، مدرکداران ما میهن خودشون رو به آتش کشیدن، آتش زدن. یکی دوتا هم که نیستن، صدها نفر هم نیستن، هزاران نفر هستن. ببینید که چه بلایی سره میهن خودشون آوردن. به راستی خودکشی ملی، یک خودکشی ملی. اما دختر خانم های ما جرأت کردن، رفتن به سراغ رقص. رقص در میدان های ایران، رقص در میان طلبه ها، رقص در میان آخوند ها، رقص در میان آخوندیسم، رقص در سرزمینی نکبت زده، تشیع زده، اسلام زده. و چقدر که جذاب هستن، چقدر که زیبا هست برای همه دنیا، برای این جذابیت اونهاست، اون زیبایی اونهاست که دنیا رو تکون داده واقعا و ما رو در موضع قدرت گذاشته. پیام من برای جوانان ایران این هست که فکر نکنید که ما اینجا بیکار نشستیم. ما به لطف شما با موضع قدرت، در موضع قدرت رفتیم به سراغ تصمیم گیرهای امریکایی یا اروپایی، اما این رو شما به ما دادید. دقیقاً. و نمیریم اونجا برای گدایی کردن. ما قرن‌ها هست که منتظر یک امام زمان هستیم، ما قرن‌ها هست که منتظر یک سلطان هستیم، یک ناجی هستیم.
و چقدر شنیدیم در سالهای گذشته که به فلانی بگید بیاد ما رو نجات بده، به فلانی بگید بیاد فراخوان بده. اما دختر خانم های ما، پسران ایران واقعا نشون دادن که ما نیازمند به گدایی نیستیم، ما تنها هستیم و چه بهتر یک بار برای همیشه یاد بگیریم که روی خودمون حساب کنیم. دست در دست هم پیروزی با ما خواهد بود و امروز فرزندان پیدا و پنهان ایران میهن به اونها نیازمند هست. فرزندان پیدا پا به میدون گذاشتن، 17 میلیون نفر هستن، دبستان، دبیرستان و دانشجویان ما 17 میلیون نفر هستن. وظیفه فرزندان پنهان ایران هست که از پناهگاه های خودشون بیرون بیان، دست از تردید بردارن. دیگه این مصلحت طلبی و مصلحت اندیشی تا کی؟ یعنی واقعا زندگی خودشون رو تباه کردن به خاطر اینکه هی این دستون دست کردن که ببینن که بالاخره شاید یه چیزی بشه مثلا، ولی خب نشدن. برای من میخوام یه چیزی دیگه بگم. ببینید، همونطور که الان خرد جمعی در ایران، واقعا خرد جمعی این اتفاقی که داره میفته در ایران که یه دفعه همه شهرها با هم میان بیرون، یه کاری مشخص همه با هم دارن انجام میدن و این من مطمئنم که اینا نفر به نفر با هم ارتباط ندارن، ولی همه یه جان، فکرشون یه جاست، برای همین یه کار انجام میدن و این بعد به خارج هم منتقل بشه. یعنی دست از این تفکر سنتی رهبر که یه کسی الان یه شورای باید این بگه که بقیه چیکار کنن برده. هر کدوم از شما تحصیلات دارین، دوست دارین ایران مهمتر از همه چی و برای همین که برای همینی که میایم بخیرون و دوست دارین که یه کاری انجام بدین، منتظرین که فقط الان منتظرین که یه کسی بهتون بگه چیکار کنین. دیگه نباید منتظر کسی باشین، شما خودتون میتونین بهترین تصمیم رو بگیرین. من یه پیشنهادی دارم، حالا شما نظرتون رو بگین. ببینید، ما سیاستمداران دنیا همون سیاستمداران فاسدی هستن که این آخوندها رو حمایت کردن توی تمام این سالها. همین الان ما دیدیم که این گازاشکاورا انگلیسی هن، یا موتور پهپادی که حمله انتحاری کرده به کردستان عراق موتورش اتریشیه. یعنی دارن از اروپایی ها این چیزها رو میگیرن برای اینکه همدیگر رو مردم این خاورمیانه کشته بشن. برای همین به این سیاستمدارا ما کاری نداریم، ولی مردم مثل ما فرقی نداره، مردم آمریکا، مردم اروپا مثل ما هستن و اونها میفهمن درد ما رو. کاری که به نظر من، یعنی پیشنهادی که من دارم اینه که ما به حد در هم تمام کشورها همین یه دوربین موبایلتون میتونیم بذاریم جلوی خودتون و در یه دقیقه دو دقیقه یه متنی رو کوتاه آماده بکنیم، ولی این درد رو بگیم که الان ما احتیاج به این حمایت داریم و سیاستمداران شما که مدعی مبارزه با تروریسم هستن دارن با منبع اصلی تروریسم دنیا همکاری میکنن. یعنی الان این همون تروریستایی که سربازان آمریکایی رو میکشن و کشتن دارن جوانای ما رو میکشن که قبلا هم میکشتن، ولی دیگه الان جلوی دوربینا هست، همه دارن میبینن که بچهای 16 ساله رو میرن تو دبیرستان جمعشون میکنن. و الان چه توجیهی داره که این سیاستمدارانی که ادای دشمنی با این جمهوری اسلامی رو در میارن چرا الان ساکتن، چرا هیچ نمیگن؟ ما باید اینو بکاریم تو ذهن مردم این کشورها که مردم این کشورها برن از سیاستمدارانشون سوال کنن بگن چرا الان هیچ نمیگن، چی فکر میکنین شما؟ دقیقاً. و ببینید، مرتب میگن این کارو بکنیم اون کارو بکنیم تا پیروز بشیم. ما پیروز شدیم، پیروزی از مرزهای ایران گذر کرده، پیروزی در راه بیت رهبری هست، پیروزی در راستا دختر خانم های ما با اردنگی ملی خودشون، با اون اردنگی جانانه علی خامنه ای رو از ایران اخراج کنن و همینطور گشت ارشاد رو، بسیج رو، نمایندگان مجلس رو، این دکتر مهندس های ما رو که آبروی هر دکتر مهندس هست رو بردن. و این به خاطر این هست که برگردم به اندیشه سنجشگر که نیازمند به مدرک نیست. در بسیار از دانشگاه های ما شما رو در یک پروتکل بار میارن و زمانی که از دانشگاه خارج میشید توانایی اندیشیدن خارج از این پروتکل رو ندارید و هر چی که به شما بگن تکرار میکنید. بله، توانایی استقلال در اندیشه رو از دست دادید، کاملا از دست دادید. این یک مسئله است. و مسئله دیگه که بسیار مهم هست این هست که دختر خانم های ما به راستی دنیا رو تکون دادن. بله. دختر خانم های ما، زنان ما و پسران ما به راستی دنیا رو تکون دادن. یعنی اگر رسانه‌های خارجی در مورد اونها صحبت میکنن، خبر اول اونهاست. هر روز هنرپیشه‌های خارجی، نویسندگان خارجی مجبور شدن. ما پیروز شدیم. بله. ما پیروز شدیم. دختر خانم‌های ما با یک اردنگی ملی اسلام رو از ایران اخراج کردن. ما
ما در حال حاضر باور کنیم نیازمند به یک فوت هستیم. اون فوت از جانب بزرگسالان ماست. بله. از جانب سایرین هست. از جانب فرزندان پنهان ایران هست. بله. بیرون بیاید با اون فوت ما وارد یک فصل تازه خواهیم شد. بله. اما بدون تردید پیروزی مرزهای ایران رو پشت سر گذاشت. بله، واقعا این کمک بزرگسالان، یعنی بعد فاصله بگیرن و اون فکرهای قبلی که به هیچ جایی نرسید. هر اتفاقی قراره بعد از جمهوری اسلامی بیفته ما وقت داریم، میتونیم بجوش بعد از اینکه از شر این دشمنان واقعی ایران خلاص شدیم و کشورمون رو تونستیم پس بگیریم، این ملت متمدنی هستیم. ما میتونیم نشون دادیم که متمدن، نشون دادیم چقدر جلوتریم از جاهای دیگه. با وجود این همه به اصطلاح آموزش آخوندی، ولی ما الان این نسل رو داریم، این بچه‌هایی که وایسادن تو جلوی این انسان‌های عقب افتاده و می‌خوان پس بزنن، به قول شما با یه اردنگی ملی اینا رو بیرون کنن. پس الان وقتش که پدر مادرها نگاه کنن به این بچه‌ها و یاد بگیرن این خودباوری رو و اینی که باید خودمون یه کاری انجام بدیم دیگه، نباید منتظر اینو بشیم. و واقعا الان حیف این بچه‌هاست، حیف این جووناست که اینا حتما به نتیجه میرسن، ولی ما اگه بیایم به صحنه هر چقدر زودتر ما بیایم به صحنه تلفات کمتری میدیم، هزینه کمتر. حیف این جووناست، اینا همه آینده سازان ایران هستن. امیدوارم اینو درک کنن واقعا دوستانم. و ببینید انگیزه نوجوانان و جوانان ما گسستن زنجیر سرفکندگی هست. بله. گسستن زنجیر فرومایگی هست و ما قرن‌ها هست که در بند سرشکستگی هستیم. ما قرن‌ها هست که در بند فرومایگی هستیم. نوجوان‌های ما این زنجیرها رو برای شماست که میخوان پاره کنن. بله. این زنجیرها رو برای شماست که میخوان از هم جدا بکنن. و حیف هست، و حیف هست که اونها رو تنها بگذاریم. باور کنید اونها پیروز شدن. اونها پیروز شدن. قهرمانان ما قهرمانان کشتی ما نیستن، فوتبالیست های ما نیستن. فوتبالیست های ما، کشتیگیران ما مایه ننگ ما هستن. کشتیگیر دختر خانم های ایرانی است که در تشک زندگی است که کشتی گرفتن و پشت دشمن رو به زمین زدن. بله واقعا. فوتبالیست های ما پسران ما هستن که در صحنه زندگی، در چمن زندگی هست که دارن توپ میزنن، نه فوتبالیست های ما که آبروی ورزش ما رو واقعا بردن، آبروی ورزش ما رو بردن به خاطر یه مش پول. و بنابراین مراقب هم باشیم که در دام موج سواری هم نیفتیم. بله. و در دام رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، شعبه دوم. بله. شعبه دوم جمهوری اسلامی، شعبه دوم شرکت های نفتی، شعبه دوم سرویس های اطلاعاتی و دشمنان ما. این رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه. بله. اما بایستی که این راز رو با اونهایی که نمیدونن مرتب در میون بگذاریم. بنابراین ما تنها هستیم خوشبختانه. بله. ما سرانجام میتونیم روی خودمون حساب کنیم. هوش جمعی، هوش همگانی، هیچ قدرتی در دنیا حریف خرد همگانی نخواهد شد. و به راستی واقعا این رو از صمیم قلبم میگم، این هدیه رو دختر خانم ها به ما دادن، این هدیه رو زنان ایران به ما دادن، این دختر، این هدیه رو، این سعادت بزرگ رو اونها به ما دادن. و چه سعادتی هست برای ما که در دوره زندگی میکنیم که ما شاهد این همه اندیشه ساز هستیم. ما شاهد این همه خردمند و خردورز هستیم. واقعا با یه افتخار هست. و یادمون هم نره که ما برای سالها هویت خودمون رو پنهان میکردیم، هیچ آبرویی در دنیا نداشتیم، ما بی آبرو بودیم، سرفکنده بودیم، ما تروریست بودیم. اما امروز سربلند هستیم. همه به خاطر دختر خانم هاست، همه به خاطر رقص اون هاست. و دختر خانم های ایران، پسران ایران، هوای ایران رو دلانگیز کردن، هوای ایران رو دلچسب کردن، دلپذیر کردن، هوای ایران رو پر اکسیژن کردن. بله. هوای ایران رو پر اکسیژن کردن، پر از زندگی. بله. خب چون میخوایم این برنامه کوتاه باشه که ببینن دوستانمون، اگه صحبت دیگه ای؟ نه دیگه، همین. واقعا درود به همه فرزندان ایران. ایران امروز نیازمند به همه فرزندان خودش هست و هر ایرانی بایستی که یک پرسش بزرگ رو پاسخ بده. من در این لحظات برای سرزمینم چه کردم؟ من برای ایرانم چه کردم؟ و هر کسی برای هر گامی، هر چند کوچه که برای دختر خانم های ایرانی بر نداره که ایران ما هستن، گناهکار است. و واقعا الان امکانش هم هست که گام برداریم دیگه. این ساده ترین با همین، با یه دوربین تلفن و یه اینترنت میتونین کانتنت محتوا تولید بکنیم و اینا اثر داره. حتی یه دونه همین ویدیوی شما، یه دقیقه ویدیوی شما اثر داره. فکر نکنید که اثر نداره.
خیلی ممنون آقای دکتر. ممنون هستم. ممنون از شما و چقدر خوشحال هستم. من هم خدمت شما. مرسی. خیلی دیگر. بدرود.